بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از تشرف به حرم رضوی غسل میکنی. هنگام ورود در حالی که آرام آرام قدم بر میداری 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله میگویی. وقتی در آستانه ورودی قرار گرفتی از امام اجازه ورود میگیری با خواندن اذن دخول یا با هر زبانی که راحتی. بعد از اذن دخول اندکی صبر میکنی و منتظر میمانی. اگر دلت شکست و اشکت جاری شد یا حالت خوب شد، معلوم میشود که امام رؤوف و مهربان تو را قبول کرده است. با شور و اشتیاق وارد میشوی و گفتگو با امام را شروع میکنی. هرچه می خواهد دل تنگت بگو. امام را شفیع و واسطه قرار می دهی و با تمام وجود دعا می کنی و حاجاتت را از خداوند طلب می کنی. البته که دعا برای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را فراموش نکنی. اللهم عجل لولی کل فرج. شکر خدا که ریزخور خانتان شدم، دلبسته حریم خراسانتان شدم. شکر خدا که بار دیگر زائر توام، لطف خود شماست که مهمانتان شدم. لایق نبودم که شوم همجوارتان، مبهوت این کرامت و احسانتان شدم. یا ایها الرؤوف زمینم زده گناه، بی خود نبوده دست به دامانتان شدم. با صد امید بر در این خانه آمدم، امیدوار لطف فراوانتان شدم. جایی بجز بهشت خراسان نیافتم، گوشنشین روضه رضوانتان شدم. دست خودم نبوده که اینجا رسیدم، دست خودم نبوده مسلمانتان شدم. چشم طمع به گندم مهر تو بستم، این شد که من کبوتر ایوانتان شدم. دل کندم ز خانه و شهر و دیار خود، عشقت سبب شده که پریشانتان شدم. لطف و عطای تو چقدر فرق می کند، بیهوده نیست بی سر و سامانتان شدم. حال و هوای کرب و بلا دارد این حرم، یعنی که مست جام حسین جانتان شدم. صلی الله علیک یا علی ابن موسی الرضا علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم. کار تو هم مهر و وفا بود، رضا جان پاداش تو که زهر جفا بود، رضا جان. ایام ایام سوگواری آقا غریب الغربا امام رضا علیه السلام می باشد. این دلها رو روانه کنیم کنار مسجع شریف آقا غریب الغربا. عباسلت میگه انقدر زهر بر بدن آقا سر گذاشت که در وسط را تا حجره شان
هی به زمین می نشست و بلند می شد، می رفت و حیران شاه خراسان، گاهی خزان گاهی غلطان. عباس الفرجای حجره را جمع کن، من در این دیار غریبم، کسی به عیادت غریب نمی آید. فرجها رو جمع کردم، در بهار و بستم، دیدم جوان محسی مای وارد شد، اشبه الناس به ارباب من، آقا لیبس نموس الرضا. فهمیدم دردانه آقاست، گفتم آقا جان من که درها رو بسته بودم چطور وارد حجره شدید؟ عرض داشته بازلت، آن کسی که مرا از مدینه به توس به طرفت العینی میرساند، از در بستم میتواند وارد کند. بابای غریبم کجاست؟ آمد کنار بدن بی جان بابا، آه از مدینه بر من نظر کن، یک دم تقی جان، یک دم تقی جان، آه از خراسان بر من گذر کن، یک دم تقی جان، یک دم تقی جان. کنار بدن بابا نشست، سر بابا را روی زانو گذاشت، این پدر و پسر با هم درد دل کردن. اما یا امام رضا، خودت فرمودی ابن الشبیب، ان کنت باکیان لشیئن فبکی للحسین. این قضیه در کربلا برعکس شد، سر جوانی روی دامان پدر پیری، سر به آسمان بلند کرد، علی علی الدنیا بعد کلافا، دیگه زندگی بر من بعد از تو حرام از علی. علی جان بلند شو آبرویم را بخر، اما را از بین نامحرم ببر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.